آقا ما بالاخره رسیدیم هتل کنت آنتی. چیزی که من کشکرم ترک ها عاشق سیگار کنت هم شاید براتون عجیب باشه و اینجا نفری سه تا باکس قاچاق میارن و میگن یه تومن سود داره و درد سر داره، نکنید نیارید، یه تومن بخوره تو سرمون. راحت اومدیم و رسیدیم. الان ما شهر کارسیم تو ترکیه، رسیدیم کارس. الان میریم بالا تو هتل استراحت میکنیم، میخوابیم و فردا بلند میشیم میریم سمت گرجستان و باتومی مقصد نهایی. بریم باتومی ببینیم چه خبره، از پاساژها و جاهای مختلف براتون فیلم میگیرم و فعلا که اینجوریه. امیدوارم این ولاگا خوشتون بیاد، خوشتون بیاد، دوست داشته باشید تا اینجا. امیدوارم که خلاصه دوست داشته باشید دیگه. اونور درگیری بود واسه این چه خبر. بریم استراحت کنیم. رسیدیم کارز، شهرش این شهرهای قدیمیه، پر از قلعه لاکچری توره. نمیدونم چجور بهتون بگم، مثلا قیمت بخوام دستون بگم، مثلا باقلوا رو گذاشته بودن یه تیکش رو 200 لیر 400 هزار تومان. یه شهر لاکچری توریه، قدیمی قلعه توریه که اصیل نشینن توش دیگه، یعنی شهر خاصی نیست، اسم استانبول و اینا مثلا چیز داشته باشه. این شهر ما موندیم چون نزدیک مرز واله است، تو از سمت مرز واله میریم گرجستان. حالا بهتون میگم چرا، بذار برسیم بهتون توضیح میدم. آقا ما با پارگی تمام که بعدم براتون تعریف میکنم چی شد، رسیدیم مرز گرجستان. مرز گرجستان رو رد کردیم، داریم میریم به شهر باتومی. بعد بریم به شهر باتومی ببینیم که چه خبره. حاجی رو ببین کلاه ناکشاره، حاجی رو بگیر. اینم مرز، بریم هتل پیدا میکنیم. آها، بریم هتل پیدا میکنیم و براتون داستان تعریف کنم که چی شد. برو بریم.
خب آقا بهتون یه آپدیت بدم که تا الان چی شده و چه اتفاقاتی افتاده. شما از ترکیه وقتی که میخواید وارد گرجستان بشید دو تا مرز داره، یکی مرز سارپه و یه مرز دیگه. اون کی مرز اسمشو یادم نیست، اما قبل از باتومیه و اون مرز ما رو راه ندادن و گفتم ما با ایرانی ها مشکل داریم. ما اومدیم سمت مرز سارپ، یعنی مرز قبل از باتومی. خب ما اومدیم اونجا، رامون دادن و ماشینا همه اومد دونه دونه اومدن تو. دو سه تا ماشین ایرانی بودن که دیدیم نیستن و گفتن که ما ایرانی ها رو خیلی با دقت تر باید بگردیم چون ما با اینا مشکل داریم یا اینا اینجا خیلی کارا کردن. اول از همه واقعا کشور مسخره‌ای داره، یعنی نه زیبایی خاصی داره نه چیزی. ویدیوها رو نگاه نکنید و اینا. این مثلا من الان بهتون نشون بدم این خونه رو میبینید، همه اغلبا خونه ها اینجوریه، یعنی فقط ساختمون لاکچری که میبینید هتل هم. این الان واحد که توش زندگی میکنن مردم خودشون. این از دار دنیا یه دونه چیز دارن، ماشین خوب دارن، یه اینترنت خوب دارن و تو پاساژاشون ما الان ویدیوهاشو بعدی میبینید حتی چیز خوبی، چیز لباس درست حسابی خوبی هم نداره که شما بیاید به اینجا خرید. ما از یه ایرانی پرسیدیم و کسایی که میان اینجا اغلبا به دو دلیل میان، خوردن مشروبات الکلی، کلاب و فاحشه خونش. خب اینجا واقعا آزادی کامل دارن و یه ذره بیش از حد آزادی دارن و عملا تو کوچه و خیابون و فلان اینا همه دیگه واقعا به قول معروفی دارن کلوخ میکردن. اما خب درسته شما شاید بگید که شاید برای من عادی نشده یا مثلا این حرفا چیه فلان اینا، ترکیه به مراتب قشنگتر و با کلاس‌تر از اینجا. از دار دنیا یه همین دریا رو دارم، یه مشروط الکلی، یه اینترنت، یه فاحشه خونه، همین تمام با ماشین، همین هیچی دیگه نداره. و ما یه هتل گرفتیم، گشتیم، دیشب موندیم، شام خوردیم، گشتیم، گشت و گذار می‌کردیم اینجا و دیدیم که واقعا چیز خاصی نداره و اینجا هتل شبیه 5 میلیونه. و اگه بخوایم ببونیم هم حیف پول کردیم هم حیف وقت. الان میریم زهر مار، الان میریم اینا یه دونه چیز دارن، یه دونه نیدم دیدید یه نفیل مشروع، یه دونه چی بهش میگن نماد، یه مجسمه دارن که اینجا میپیچه تو هم دیگه فلان اینا. بیام از دوبارتون ولگ بگیرم و دوباره ما میریم سمت ترکیه. یعنی هم برزن چون اومدیم باتومی و واقعا چیز خاصی نداشت و همشون وضعیتشون اینه، لحاف و کرسی آویزونه و همه لخت زشت واقعا، نه افتضاح، جای قشنگی نبود واقعا. ولی خب ترکیه به مراتب با کلاس‌تر، با اصول‌تر، با جنبه‌تر، هر چیزی یه حد و لولی داره به نظر من و اهم حد و لول بگذره دیگه زننده میشه. برای اینجا برای گرجستان و باتومی زننده شده، اما ترکیه نه. ترکیه کشوری که کسایی هم که میخوان آزاد بگردن با کلاس میگردن، اینا فقط به قول معروفی حرفی از آزادی رو بردن و دیگه اون با کلاسی و قشنگی خودش رو نداره. با ما همراه باشید تا ادامه ویدیو. برو بریم.
از اون خانم عینا خریدیم بریم تست کنیم ببینیم که چجوریه این. باز شده نمیدونم فندق چیه نمیدونم اطلاعی نداریم. این مزه سیب زمینی هم ده؟ اون مزه دو بوی پاپ که خوشم نیمد ولی سلیقه ایه مزه لوبیا پخته میداد دقیق لوبیا پخته. بعد الان اینا یه جای دیدنی دارن اسمش میدون پیازه مثل این که و یه محوطه این شکلیه. اینجا مشروب سرو میکنن و پر کافه است. اینجا هم کلیساشونه میریم داخلش بهتون نشونه میده. اینجا هم کلیساشونه و اینم میدون پیاز گرجستان همینو تمام. اینم کلیسای گرجستان. اینا یه میدون دیگه دارن اینا این مجسمه هست. بعد مجسمه ما دیدیم همه اومدن جمع شدن دارن اکس مکس میگیرن فلان میگیرن. بعد ما هم اومدیم بودیم چی داره مثلا چیه. الان بهتون نشون میدم یه آقاییه با جفت خایه های معلوم معذرت میخوام ولی خب یه همینه واقعا. اینا اینجاست آقا اینا اینه این مجسمه هست داده شوشول بیرونه خوب زیش خانواده اینجاست. اینم منظره بعدی بابا ولمون کنید تو رو قرار همینه گرجستان همینه. اینجا خیابوناشونه و اینم یه منظره دیدنی دیگه دیگه. این همون مجسمه اون آقاه با این شوشی بسته دیگه بریم تا جای بعدی. آقا گرجستان اینجا تموم شد. ما داریم دوباره میریم سمت ترکیه میخواییم ترکیه رو بچرخیم. گرجستان گشتیم همین دیدنیاش همینا بودش و اینکه شهر کوچیکی بود همین چند تا دیدنی داشت. معروفترینش همون تندیس علی بودش با اون اسمش چی بود دختره؟ علی و نینو بودش. معروفترینش همون بودش که نماد این شهرشون شده نماد عشق و سختی عشق و ایناست. داستانشو بخونید داستان جالبی داره. و ما بریم برسیم به ترکیه اونجا هم یه گشت گذار تو ترکیه و ولایت ترکیه.